ببین الان حدود 40 سال خارج کشور سعی میکنن سران احزاب با هم یه توافق داشته باشن، یعنی بتونن سعیشون بر این بوده که اتحاد، ولی توی این اتفاقات قبل اینکه اصلا اونا بخوان صحبتی بکنن مردم این اتحاد رو برقرار کردن. الان شما ببینید مثلا تو برلین یا مثلا کل دنیا، چه کانادا بوده، چه تو آلمان بوده، چه کشورهای دیگه آمریکا، نیم مردم بدون اینکه کسی اصلا نگاه بکنه چه کسی این ورخان رو داده، حالا میگم مثلا آقای اسماعیلیون، ولی واقعا بدون اینکه چی، فقط این فراخوان باعث شد همه دور هم جمع شن و وقتی رفتیم اونجا دیدیم همه نو پرچم اونجا هست، هیچکی هم به هیچکی نگفت نه. حالا اگر الانم اون سران نتونن با هم بشینن، اینجا دیگه مشکل رهبری احزاب به وجود میاد که واقعا اینا تو اون کینه های سالهای گذشته موندن و مردم از اینا گذشتن. ما اون اتحاد رو الان برقرار کردیم، اینی که الان میایم تو بعضی اتاق میزنن اینجا و این اختلافات رو بعضی موقع میندازن خیلی چیزای کوچیکه. اگه ما فقط به ایران و آزادی ایران و اون بچه هایی که اونجا دارن مبارزه میکنن فکر کنیم، این چیزا واقعا بچه بازیه. همینجور که آقای رضا پهلوی هم گفتن، ما رو سیستم باید کار کنیم نه رو اشخاص یا اینکه این مثلا این نوع حکومت یا اون نوع حکومت. الان همین تاپیکی که الان زدیم بهترین نوع وضعیت ما ایرانی ها میتونه باشه. اینقدر به هم گیر ندیم. ممنون.